شب چهارم ناتان با خجالت گفت که با زنی آشنا شده. کارن دانشجویی بود که در هتل کناری اقامت داشت. ناتان هم قبول کرده بود که با اون به شهر بره. گفت فقط میخوام مطمئن بشم که اتفاقی نمیفته، میدونید؟ مطمئن نیستم که تنها رفتنش براش خوب باشه. ویل سرشو تکون داد و با حالتی حکیمانه گفت نه، واقعا این نشونه جوانمردیه توی ناتان. من هم تایید کردم و گفتم فکر کنم این واقعا یه کار خیلی مهم و پرمسئولیته ها. خیلی خوبه که به فکر امنیت جامعه هستی. ویل گفت من همیشه ناتان رو به خاطر نودوستیش تحسین کردم، مخصوصا وقتی که با یک جنس ظریف در ارتباطه. ناتان گفت شما داتا بزنید به چاک و یه پوزخندی زد و رفت. کارن کم کم همیشگی شد. ناتان تقریبا بیشتر شبا رو اونجا می رفت، اگرچه آخر شب رو برای انجام دادن کاراش بر می گشت. ما با زیرکی اینقدر اونو آزاد می داشتیم تا بهش خوش بگذره. جدای از همه اینها من از ته دلم خوشحال بودم. ناتان رو دوست داشتم، خوشحال بودم که با ما اومده بود، اما بیشتر ترجیح می دادم که با ویل باشم. وقتی کسی نزدیکمون نبود، حرفایی که با هم می زدیم و محبت و صمیمیتی که بینمون پیش می اومد رو دوست داشتم. من از حالتی که بر می گشت و با تعجب به هم نگاه می کرد خوشم می اومد. انگاری کاری کرده بود که خیلی بیشتر از انتظارش بود. یکی از شبها به ناتان گفتم مشکلی نیست اگه بخواد کارن رو به جمع ما بیاره، چون که اون شبها رو توی هتل کارن می گذروند و من می دونستم که براش خیلی سخته تا بیاد و کارای شبانه ویل رو انجام بده، چون که 20 دقیقه فقط پیاده روی داشت. گفتم من ناراحت نمیشم، تو میدونی اگه برات راحت تر باشه این کارو بکن. خیلی خوشحال شد، سراسر وجودش خوشحال بود که چه شبی در انتظارشه. اون از شوق زیادش اجازه نداد هیچ فکر دیگه‌ای به ذهنم برسه. گفت ممنون رفیق. وقتی به ویل گفتم گفت او خیلی لطف کردی. گفتم منظورم اینه که خودت لطف کردی، چون که من اتاق تو رو به اون پیشنهاد دادم. شب ویلو به اتاق من آوردیم. ناتان ویل رو روی تخت گذاشت و داروهای شبانش رو داد. کارنم منتظر ناتان بود. توی دستشویی پیراهن و شلوارکم رو پوشیدم. بعد در حموم رو باز کردم و همینطوری که یک بالش زیر بغلم بود به سمت کاناپه رفتم. نگاه ویل به خودم رو حس می کردم. به طرز عجیب و غریبی به یاد می آوردم که تمام هفته گذشته رو با بیکینی جلوش چرخیدم. بالش رو روی دسته کاناپه پرت کردم. گفت کلارک؟ گفتم بله. گفت تو واقعا میخوای اونجا بخوابی؟ تخت اونقدر بزرگ هست که تیم فوتبالم میتونه روش بخوابه. مشکل اینجا بود که حتی در موردش فکرم نکرده بودم. الان وضعیت اینطوری بود. شاید روزهایی که نیمی اوریان لب ساحل گذرونده بودیم باعث شده بود بیشتر با هم حس راحتی کنیم. شاید به خاطر ناتان و کارن بود که توی اتاق کناری بودند. شاید من فقط میخواستم نزدیکش باشم. آروم به سمت تخت رفتم، اما یه باره از صدای قرش رعد و برق جا خوردم. چراغ ها خاموش و روشن شدن. کسی بیرون جیغ می زد. از اتاق بغلی هم صدای بلند خنده کارن و ناتان شنیده می شد. به سمت پنجره رفتم و پرده رو کشیدم. نسیمی ناگهانی رو حس کردم. دمای هوا پایین اومده بود. بیرون از اتاق دریا طوفانی بود. صاعقه های چند شاخه‌ای آسمون رو روشن می‌کرد. بعد از اینکه افکارم رو جمع کردم، صدای قرش طبل مانند باران را شنیدم که با ضربه‌های شدید روی سقف ویلای کوچیک ما می‌بارید. در ابتدا اون چنان تند می‌بارید که تمام صداها را تحت شعاع خود قرار داده بود. جز صدای بارون از بیرون صدایی نمی‌اومد. گفتم بهتره که پنجره رو ببندم. ویل گفت نه نه نبند. برگشتم. گفت در رو باز بذار.
ویل سرش رو به سمت بیرون تکون داد و گفت درها رو باز کن، میخوام بیرون رو تماشا کنم. مکسی کردم، بعد درهای شیشه تراس رو باز کردم. بارون بر ویلای هتل می اومد و از سقف ویلای ما پایین می ریخت. از تراس رودهایی که جریان پیدا کرده بودند و به سمت دریا می رفتند، الکتریسیته هوا رو بر موهام و بازوام حس می کردم. موهای دستم سیخ شده بودند. از پشت سرم ویل گفت می بینی؟ انگار آخر دنیاست. همونجا ایستادم. انگار رعد و برق در وجودم جریان داشت و جرقه های سفید روی پلکام نقش می بست. نفسم بند اومده بود. برگشتم و به سمت تخت رفتم. روی لبه تخت نشستم. همین که داشتم نگاه می کردم، خم شدم و آروم گردن آفتاب سوختهش رو به سمت خودم کشیدم. حالا دیگه یاد گرفته بودم که چطور حرکتش بدم، چطور بدن سنگینش رو کنترل کنم. سنگینیش رو حس می کردم. اونو محکم به خودم چسبوندم. خم شدم قبل از این که ولش کنم تا به جای اولش برگرده. یه بالش سفید بزرگ رو پشت شونه هاش گذاشتم. بوی آفتاب می داد. انگار به تمام بدنش نفوذ کرده بود. اون رو مثل بوی معطری استشمام می کردم. حس می کردم که داره حالم بهتر میشه. هنوز رطوبت هوا روی پوستم بود. کنارش دراز کشیدم، طوری که پاهام به پاهاش برخورد می کرد. بعد با هم به بیرون به آسمون تیره و آبی که در تشعشع نور رعد و برق روشن می شد نگاه کردیم. به رشته های باریک و نقره بارون، دریای مواج و خروشان فقط چند متر از ما فاصله داشت. دنیای اطراف ما داشت آب می رفت. فقط صدای طوفان به گوش می رسید. صدای دریای آبی رنگ و تیره، صدای پرده توری که بر اثر باد توی اون موج افتاده بود. عطر نیلوفر آبی رو در نسیم شبانه استشمام می کردم. صدای دیلینگ دیلینگ لیوان ها و صندلی هایی که به عقب رونده می شد. صدای موسیقی که از دور به گوش می رسید که مشخص بود جشنی به پا بود. احساس آزادی می کردم. دستم رو دراز کردم و دست ویل رو گرفتم. با خودم فکر می کردم که هرگز به کسی به این شدت توی دنیا وصل نشده بودم و چنین حسی به هیچ انسان دیگه ای نداشتم. ویل در سکوت گفت بد نیست کلارک، مگه نه؟ صورتش در برابر طوفان آروم بود. خیلی کوتاه برگشت و به من لبخندی زد. چیزی توی چشاش بود، چیزی فاتحانه. گفتم نه اصلا بد نیست. همونطور دراز کشیده بودم، به صدای نفس کشیدن آروم و عمیقش گوش می کردم. صدای بارون پشت صدای اون بود. انگشتان گرمش رو توی انگشتام که پیچیده شده بود حس می کردم. نمیخواستم به خونه برگردم. فکر میکردم دیگه هیچ وقت به خونه بر نگردم. من و ویل اینجا در امان بودیم، توی بهشت کوچیک خودمون بودیم. هر وقت فکر برگشتن به انگلستان رو میکردم، لرزه بزرگی از ترس به دلم میافتاد و حالم رو بدتر میکرد. همه چیز درست میشه. تلاش میکردم این جمله رو مرتب با خودم تکرار کنم. همه چیز درست میشه. نهایتاً به پهلوم چرخیدم و به ویل خیره شدم. توی اون نور ضعیف سرش رو چرخوند تا به من نگاه کنه. احساس می‌کردم که اون هم داره همون چیزی رو میگه که من میگم. همه چیز درست میشه. این برای اولین بار توی زندگیم بود که تلاش می‌کردم به آینده فکر نکنم. تلاش می‌کردم احساسات اون شب به راحتی در تمام وجودم جاری بشه. نمیدونم چه مدت همون حالتی بودم. فقط به هم خیره شده بودیم، اما به آرومی پلک‌های ویل سنگین تر شدند تا اینکه با صدای زمزمه‌ای که پر از عذرخواهی بود نجوا کرد که فکر میکنه باید نفس‌هاش عمیق‌تر بشه. به سمتی مایل شد و آروم خوابش برد. حالا این فقط من بودم که به صورتش خیره شده بودم.
به موجه هایی که چطور در گوشه چشمش از هم جدا می شدند و به ککومک های تازه روی دماغش نگاه می کردم. به خودم گفتم باید رو راست باشم، باید رو راست باشم. در نهایت طوفان بعد از ساعت 1 بامداد آروم شد و در جایی از دریا ناپدید شد. رعد و برق های خشمگین ضعیفتر شدند و سرانجام تموم شدند، تا جایی که دیگه بره و ظلم و بلای خود رو در مکانی دیگه نازل کنه. هوا کم کم آروم شد. قطره های بارون به زمزمه تبدیل شده بودند. نزدیک های صبح بود که بیدار شدم. دستم رو از دست ویل بیرون کشیدم و پنجره های فرانسوی رو بستم. پاورچین توی سکوت اتاق راه رفتم. ویل هنوز خوابیده بود، خوابی با آرامش کامل که به ندرت توی خونه اینطوری میخوابید. من خوابم نبرد، همونطور دراز کشیدم، بهش خیره شدم، تلاش کردم به هیچ چیز فکر نکنم. روز آخر دو تا اتفاق افتاد. اول اینکه به خاطر اصرار ویل قبول کردم به غواصی با ماسک برم. روزها بود که به من گیر داده بود. مرتب میگفت ما این همه راه رو اینجا نیومدیم که زیر آب نریم. موقع موج سواری کاملا ناامید کننده بودم. به ندرت میتونستم بادبان رو از روی موج ها بلند کنم و موقع اسکی روی آب بیشترین تلاشم رو میکردم که دائم تخته به صورتم میخورد. اما ویل روز قبل از برگشت سر میز نهار به من گفت برای دوره نصف روزه غواصی برای مبتدیان اسممو نوشته. شروع خوبی نداشتم. ویل و ناتان کنار استخر نشسته بودند. مربیم تلاش میکرد که منو متقاعد کنه زیر آب نفس میکشم، اما همین که میدیدم اونا دارن به هم نگاه میکنن هول میشدم. من احمق نیستم، میدونستم کپسول اکسیژنی که پشت سرم هست ریه‌هامو به کار میندازه و غرق نمیشم، اما هر بار که سرمو زیر آب میکردم وحشت میکردم و دوباره به سطح آب برمیگشتم. انگار بدنم این باور رو رد میکرد که میتونه زیر هزاران گالون آب کلور زده موریس نفس بکشه. وقتی برای بار هفتم به روی آب اومدم بریده بریده گفتم فکر نکنم دیگه بتونم. جیمز مربی غواصیم به پشت سرش با ویل و ناتان نگاه کرد. با تندی گفتم من نمیتونم، من اهلش نیستم. جیمز به پشت سرش با اونا دوباره نگاه کرد، به شونم زد، به دریا اشاره کرد و با ملایمت گفت بعضی از افراد توی دریا راحت تر این کار انجام میدن. گفتم چی دریا؟ گفت بعضی ها تو عمق دریا راحت تر یاد میگیرن، بیا سوار قایق بشیم. سه ربع ساعت من زیر آب مناظر روشن و رنگارنگ که از نگاه ها پنهان شده بود رو نگاه میکردم. ترس این که نکنه اکسیژن تموم بشه رو یادم رفته بود. دیگه نگران کار نکردن تجهیزات نبودم که ممکن بود باعث بشه زیر آب غرق بشم. البته من دیگه ترسم ریخته بود. جاذبه های دنیای جدید مرا مسحور کرده بود. سکوت زیر آب تنها با صدای نفس های کپسول اکسیژن من شکسته می شد. دستی از ماهی های رنگین کمانی می دیدم و ماهی های سیاسفید که با چهره های بیروح و گنگ زده به من ظلم می زدند. شقایق های دریایی رو نگاه می کردم که پیچ و تاب می خوردند. چشم انداز های دریایی رو هم می دیدم. تقریباً دو برابر رنگین تر و زیباتر از منظره‌ای بودند که بیرون از آب دیده می شد. غارها و سوراخ‌هایی می دیدم که موجوداتی عجیب و غریب توی اون می لولیدند. اشکالی هم بودند که زیر تشعشعات خورشید تکون می خوردند. دلم نمی خواست که از آب بیرون بیام. می تونستم برای همیشه زیر آب بمونم توی اون دنیای آروم. وقتی حواسم رو جمع کردم که جیمز با ایمو اشاره درجه کپسول اکسیژنش رو نشون داد، تازه فهمیدم چاره جز بیرون رفتن از آب ندارم. وقتی به ساحل رسیدم و به سمت ویلوناتان رفتم به سختی میتونستم حرف بزنم. لبخند میزدم،
ذهنم پر بود از تصاویری که دیده بودم. دست و پاهم طوری شده بود که انگار هنوز زیر آبم. ناتان گفت: خوب بود نه؟ رو به بیل کردم، کفشای قواسیمو در آوردم و روی شنها جلوش پرت کردم و گفتم: چرا به من نگفتی؟ چرا مجبورم نکردی این کارو زودتر انجام بدم؟ عالی بود، فوق‌العاده، همه چیز اون زیره، درست زیر بینیم. ویل صاف به من خیره شده بود، چیزی نگفت، اما خندش آروم و شیطنت آمیز بود. گفت: نمیدونم کلارک، به بعضیا نمیشه یه چیزایی رو گفت.